درود بر شما، به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز شنبه کیوانشید 18 آذر ماه 2582 ایرانیه و 9 از ماه دسامبر 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما تا به انتها همراه باشید. خیلی به چپ ها گفته میشه شما میهن پرست نیستین، جهان وطنی هستین. آیا نیروهای چپ میتونن در عین حال اینکه به برنامه‌های سوسیالیستی دارن یا به قول خودشون دنبال عدالت اجتماعی هستن میهن پرست هم باشن؟ به هیچ وجه. چپی که کمونیستی که به اصطلاح ماسینالیست باشه و میهن پرست باشه، همون سوالی برمیگرده که شما گفتید، میشه فاشیست، میشه به اصطلاح موسولینی. سوسیالیسم مورد نظر ما سوسیالیسم یعنی طبقه کارگر. یعنی میگین میهن پرستی یعنی فاشیسم آقای جوادی؟ میشه میهن پرستی. ببینید، میهن پرستی شالوده و بنیان فکری و سیاسی فاشیسم در جامعه است. فاشیسم بر بستر میهن پرستی رشد و نمو میکنه و تبدیل به یک گرایش به اصطلاح تمامیت خواه برای سرکوب سیاسی در جامعه میشه. فاشیسم یعنی این. رضا شاه دایرای تمایلات فاشیستی بود. من به عنوان یک چهره و فعال کمونیسم کارگری اعلام میکنم به هیچ وجه تعلق ناسیونالیستی ندارم، انترناسیونالیستم، جهان رو به اصطلاح موتن خودم میدونم، به هیچ وجه خودم رو به جغرافیایی که کشورها و به اصطلاح در جنگ ها و آدم کشی های خودشون مرز ایجاد کردن تعلق خاطری ندارم. برای آزادی، برای رفاه، برای برابری انسان ها در هر جغرافیایی و از اونجایی که در جامعه ایران متولد شدم، در درجه اول برای تصرف قدرت سیاسی در اون جامعه تلاش میکنم. خب صحبت‌های این آقای کمونیست رو شنیدید که چگونه میگه که اصلاً هر نوع ملی‌گرایی اصولاً فاشیسمه و حتی رضا شاه رو فاشیست میخونه، که تا انتها اگر با من همراه باشید متوجه میشید که کلاً هیچ اهمیتی نداره که اینا چه واژه‌ای استفاده میکنن و چه میخوان توهینی مثلا به خیال خودشون به ما ببندن، به میهن پرستان و رضا شاه و محمد رضا شاه آریامهر رو مثلا میخوان پایین بکشن، که هرگز این شدنی نیست، چون کارنامه های تاریخی وجود داره و مهم نیست شما چه واژه‌ای استفاده میکنید. ملت ایران به خوبی خودشون میتونن قضاوت بکنن. اما طی روزهای گذشته اخباری در اومد که سازمان ملل متحد و به ریاست دبیر کلش آنتونیو گوترش، که یک مفتخور به تمام معناست، این آدم یکی از اصلهای مهم سازمان ملل رو، یعنی ماده 99 منشور سازمان ملل رو، فعال کرده برای اینکه جلوی اسرائیل رو بگیره برای نابود کردن حماس. ایندیپندنت فارسی در مورد این ماده 99 نوشته: ماده 99 منشور سازمان ملل متحد که دهه هاست از آن استفاده نشده است، به مقام دبیر کل سازمان ملل اختیارات قانونی بیشتری در شرایط فوق العاده جنگی میدهد تا لزوم رسیدگی به یک وضعیت جنگی برای اعضای شورای امنیت برجسته تر شود. یعنی چی؟ یعنی به زور شورای امنیت رو فعال میکنه برای اینکه مثلا به خیال خودشون جلوی جنگ رو بگیره. بهونه این اوباش و این مفتخور بی همه چیز چیه؟ که 17,000 تا فلسطینی کشته شده، در صورتی که این آمار حماسه. اصلا این آمار دقیقاً دروغه. ببینید صحنه سازی‌ها که فلسطینی‌ها میکنن، چندین عروسک رو میارن جلوی دوربین، تا حالا بارها این کارو کردن. کمان که غیر نظامی هم کشته شده، کودک هم اتفاقاً کشته شده. این واقعیتی که وجود داره و این آمار ساختگی و جلی رو ساختن و به بهانه این آمار اومده این کارو داره میکنه. خیلی کشته شده باشن، چند هزار نفر فلسطینی کشته شده و مسئولیت این هم با حماسه. چرا؟ چون حماس بود که این جنگ رو شروع کرد. ببینید، ما در حماسه خودمون در ایران، در تمدن ایران، یک چیز مهم داریم که ایرانی ها هیچ وقت به کشور دیگه نباید حمله بکنن مگر اینکه وضعیت دفاع و وضعیت دفاع از میهن در میان باشه. و ما اصولا در تمام حماسه و اسطورمون فقط مدافع میهن بودیم، هیچ وقت متخاصم نبودیم، هیچ وقت متجاوز و هیچ وقت غاصب نبودیم، هیچ وقت نبودیم. این اصلا خصوصیت ما ایرانی هست، این در تمدن ماست. اما اگر کشوری وارد جنگ بشه با ما، ما میریم دفاع میکنیم و باید شکستش بدیم جوری که دیگه نتونه این کارو بکنه. این خصوصیت ماست دوباره، اینم هست در تمدن ما. این اصولا جوری که یک کشور باید باشه. اما از لحاظ حقوق بشری، این آشغال بی همه چیز آنتونیو گوترش
زمانی که رژیم اسلامی مردم ایران رو قتل عام میکنه، هزاران نفر رو از سال 96 تا به امروز کشتن، چه با اعدام، چه با کشتار، چه زیر شکنجه تر خیابان، همه جور. آماراش هم از شبکه‌های مختلف، سازمان‌های خودشون، سازمان‌های حقوق بشری خودشون بارها گزارش دادن. هرگز یه همچین چیزی رو فعال نکرده این آشغال. اما تا پای مسلمان، کشتن مسلمان میرسه، یک دفعه تمام دنیا رأی گردنشون باد میکنه. این تبعیضی که دارید میبینید در این سازمان‌های حقوق بشری که مسلمان زندگیش مهمتر از هر کس دیگه ایه، به خصوص اگر ایرانی باشه، اون اصلا هیچ اهمیتی نداره. اگر نجات پرستی علیه ایرانیان است، این هیچ اهمیتی نداره، اهمیت رسیدگی و حتی اشاره هم نداره، که بسیاری این کوتاهی رو میکنن، حتی ایرانیان هم این کوتاهی رو میکنن و هیچ اشاره‌ای به نجات پرست بودن فرقه سادات و شجره طیبه در ایران نداره. که این باید تمام بشه، این باید برداشته بشه. این رژیم نجات پرسته، ایرانیان رو قتل عام کرده، سازمان ملل هم هیچ وقت هیچ کاری نکرده، اما تا پای کشته شدن یک مش تروریست هست که میبینید در ویدیوها هستش، زمانی که حماس موشک شلیک میکنه به سمت اسرائیل، اونا کف میزنن شیرینی پخش میکنن تو خود غزه، تو خود غزه شیرینی پخش میکنن. و وقتی اسرائیل از خودش دفاع میکنه، اون وقت تمام دنیا میان جلوشو بگیره. این خصوصیت سازمان ملل و نهاد حقوق بشر سازمان ملل و اصولا بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل، این خصوصیتش، نجات پرستی علیه ایرانیان به نفع مسلمانان و سرکوب ملت ها، این چیزی که هست. اما این جلسه ای که این آشغال ترتیب داده بود و این قطعنامه که میخواست علیه اسرائیل صادر بشه و جلوی دفاع اسرائیل رو بگیره، وتو شد توسط آمریکا. دولت بایدن وتو کرد این رو و 13 عضو دیگه این شورای امنیت سازمان ملل که این پیشنویس رو هم امارات تهیه کرده بود، به این رأی مثبت داده بودن. در این میان بریتانیا رأی ممتنع داده بود، ایالات متحده هم اینو وتو کرده بود. خب چرا چپ ها و چرا این دولت بایدن چنین کاری کرده؟ آیا با سیاست های اینها همخوان چنین رأی و وتوی؟ نه. چپ ها به دنبال نابودی اسرائیلن و اصولا یهودی ستیز هم هستن، در اصولا در دی ان ای شون هست به خاطر نگاهشون به جهان که اصلا یهودی ستیز باشن، نه هستن. و اما چرا دولت بایدن این رو وتو کرد؟ دولت بایدن طرفدار دفاع اسرائیل از خودش نیست، واقعا در بطن سیاستشون طرفدار این نیست، اما مجبور به این کار شده. چرا؟ ببینید، دولت بایدن برای اسرائیل نقش جیمی کارتر رو داره برای ایران. متوجه این؟ یعنی چی؟ یعنی تلاش داره یه جوری با اینها سر کله بزنه و با اینها کنار بیاد و اینها رو گول بزنه تا خودشون کوتاه بیان و خودشون وا بدن. اتفاقی که متاسفانه در زمان بهمن 57 افتاد و پادشاه ایران به کلی محاصره شده بود. یعنی شما صحبت‌های آقای پرویز ثابتی رو که ببینید، از وزیر گرفته تا برخی رؤسای ارتشیان گرفتن، از جمله فردوس و اینا، همه وا داده بودن و همه کوتاه اومده بودن و همه، چون جان اف کندی میگفت تو آمریکا که حقوق بشر باشه، که ببین چقدر چیز مسخره‌ایه. جان اف کندی صحبت از این میکرد که در ایران حقوق بشر نیست و ساواک داره سرکوب میکنه. خب خود جان اف کندی رو CIA ترور کرده، کشته، و تا به امروز تمامی رئیس جمهورهایی که خواستن به مقام ریاست جمهوری در آمریکا برسن، از جمله دونالد ترامپ، قبلش قول داده بودن که به محض اینکه رئیس جمهور بشن حقایق رو افشا خواهند کرد. به محض اینکه به اونجا رسیدن افشا نکرد. چرا؟ به خاطر کار خودشون بوده. اگه بیاد بگه CIA این کارو کرد، بعد CIA رو جمع کرد، نمیتونه این کارو بکنه آمریکا. برای همینه و جان اف کندی و جیمی کارتر و بقیه برای ملت ایران هارتوپورت میکردن که نباید دستگاه امنیتی داشته باشه. و نتیجه دیدین، عقب نشینی ها ملت ایران رو به خاک سیانشون در محاصره بزرگی که پادشاه ایران رو گذاشته بودن و تک و تنها مونده بود علیه تمام دنیا. الان هم همین شرایط رو جو بایدن داره برای اسرائیل. اما اسرائیل نباید کوتاه بیاد. اون اتفاقی که برای ملت ایران افتاد نباید برای اسرائیل بیفته. چرا آمریکا اما اینو وتو کرد؟ ببینید، به این دلیل وتو کرد جو بایدن این قطعنامه رو. چرا؟ چون اسرائیلیا به او گفتن که اگر آمریکا کوتاه نیاد و اگر این قطعنامه تصویب بشه، اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد. یعنی اسرائیل توجهی به این قطعنامه نخواهد کرد و کار خودش رو خواهد کرد که بایدم بکنه. و من الان برای شما توضیح میدم چرا باید ادامه بده به جنگ و کلا غزه رو پاکسازی بکنه از دم. ببینید، اسرائیل این کارو میکنه چون خودش رو یک کشور مستقل تعریف میکنه. هر کسی که خودش رو یک کشور مستقل تعریف نکنه، باید سر فرود بیاره به منافع کشورهای دیگه.
الان منافع کشورهای دیگه عرب‌ها گرفته تا روس‌ها، چینی‌ها، حتی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، ممکنه این باشه که اسرائیل کوتاه بیاد و از خودش دفاع نکنه و همینطور هم است. خب در این شرایط چه اتفاقی میفته؟ حماس سر جاش باقی میمونه. اگر حماس پاک نشه کاملا از غزه و کاملا یک حکومت میشه گفت کنترل شده اونجا شکل نگیره، حماس در غزه باقی میمونه و این نقطه ضعف باقی میمونه برای همیشه و این نهادینه میشه، چون اسرائیل خودش کوتاه اومده. اگر یک ملت و یک کشوری خودشون کوتاه بیان، اون وقت خودشون کوتاه اومدن و این به لحاظ تاریخی ثبت میشه و این پایه‌ای میشه برای تمامی تغییرات ژئوپلیتیک بعدی. بنابراین اسرائیل نمیتونه این کارو بکنه. اسرائیل کشور مستقله. ما هم باید اینجوری فکر بکنیم. واقعیت این درس بزرگی برای ما داره کلا این داستان و خواهش میکنم بیشتر توجه بکنید به این موضوع. بنابراین اسرائیل کوتاه نمیومد و بایدن مواجه شد با اینکه اگر اجازه بده این تصویب بشه اسرائیل کوتاه نیاد. خب اگر اسرائیل کوتاه نمیومد چه اتفاقی میافتاد؟ ببینید اسرائیل به جنگ ادامه میداد. خب و این قطعنامه تصویب میشد. یعنی چی؟ یعنی شورای امنیت سازمان ملل به همه کشورها اجازه داده بود که وارد جنگ با اسرائیل بشن برای اینکه جلوی اسرائیل رو بگیرن. خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که دشمنان اسرائیل می اومدن که حتی حمله بکنن به اسرائیل. الان ترکیه شاخشونه میکشه، پاکستانیا شاخشونه میکشن، عربا شاخشونه میکشن، چین و روسیه حتی شاخشونه میکشن. بسیاری کشورهای اروپایی جلوی اسرائیل دارن میگیرن، میخوان کمک برسونن به حماس. ببینید در این شرایط هیچ کشوری نمیتونه تحمل بکنه و سقوط میکنه، نابود میشه. بنابراین این نهایتاً پیامد تصویب این قطعنامه بود. خب آمریکا در چه شرایطی قرار میگرفت؟ یعنی جو بایدن در چه شرایطی قرار میگرفت با این وضع؟ ببینید جو بایدن الان سال انتخاباته و الان کل کارش رو برای تبلیغات برای دور بعدی بذاره و تلاش خواهد کرد که انتخاب بشه. به نظر من قطعاً هیچ شکی وجود نداره که دموکرات‌ها مثل دفعه قبل یه حربه‌هایی به کار می‌گیرن. یادتون باشه یکی از بزرگترین شرکت‌های بیت کوین جهان رو دموکرات‌ها فدای چیز کردن، دولت جو بایدن کرد و این کلاهبردار جوونی که ساخته بودن تو هالیوود و توی سیلیکون ولی که کلاهبردار بود، اصولاً ده‌ها میلیون دلار اختصاص داده بود از شرکتش به کارزار تبلیغاتی جو بایدن. یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری این شرکت اعلام ورشکستگی کرد. چرا؟ چون همه پولا رو داده بود رفته بود برای جو بایدن، یه پولی نبود. البته خیلی بیشتر از اینا خورده بود، کلاهبرداری بود کلش داستان، اما بسیار بسیار این پولی که اینا دادن کمک کرد به جو بایدن. این یکی از موارد بود. کارهای بسیار زیادی دیگه کردن. تو خود رای دهنده ها و تو برگه ها دست برده نشد. یعنی سندی در مورد این وجود نداره. اما اسناد زیاد دیگه وجود داره که دموکرات ها، حربه ها و حیله های سیاسی به کار بردن و کارهایی کردن. از این کارها دوباره خواهند کرد. اما دولت جو بایدن نیاز داره به اون پایه بزرگ و اساسی و اون قدرت بزرگی در آمریکا هستش، یعنی قدرت تاجران و میلیاردرهای یهودی در آمریکا، به این نیاز داره. دو سه روز پیش یه توری رفت جو بایدن که چپی ها ازش حمایت کردن، مثلا رابرت دنیرو براش جشن برگزار کرد و بزرگ داشت و براش تبلیغ کرد. از اون گذشته رفت کالیفرنیا برای کارزاری که استیون اسپیلبرگ براش برگزار کرده بود. استیون اسپیلبرگ همونطور که میدونید یک یهودیه و کارگردان فیلم فرست شینلر، یک کارگردان خبره است، بسیار زبردست. فرست شینلر به لحاظ سینمایی بدون شک یک شاهکاره، یعنی هیچ شکی در مورد وجود نداره. بدون اینکه داستان هولوکاست رو نشون میده، بسیار بسیار فیلم تکان دهنده، فیلم جدیه، فیلم با ارزشیه و این اما یهودیه، اما چپگرا هم هست. یهودیان چپگرای اینچنینی تبلیغات برای بایدن برگزار نمی‌کنن به خاطر اینکه مثلا گلوبالیسته یا چپه. اینا توقعات مهمی از دولت بایدن و شخص بایدن دارن. اگر کمترین شبهه اینا براشون ایجاد بشه که جو بایدن از اسرائیل حمایت نخواهد کرد، از این دفاعی که داره برای اصولا یهودی ستیزی که هست، یعنی بسیاری میان میگن که آقا ایراد گرفتن به اسرائیل مبنی بر یهودی ستیزی نیست. نه خیر، برعکس، الان بسیاری یهودی ستیزیشون رو پنهان کردن پشت انتقاد از اسرائیل. یعنی میگن اسرائیل دولت ما، داریم به اون انتقاد میکنیم، ولی در واقع و در بطن و در اساسشون یهودی ستیزن اینا. خب اگر بایدن در این شرایط توقع یهودیان آمریکا رو برآورده نکنه، اصلا باید همین ماه باید اعلام بکنه که من دیگه نیستم. اگر بخواد ادامه بده، هر کسی از حزب دموکرات یا جمهوری خواه باید این رو تعمیم کنه در ابتدا، چون اینا انقدر قدرت دارن که میتونن تأثیر بزرگی بذارن روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. تا
تأثیر بزرگی بذارن و این قدرتی که یهودیان ساختن و بسیار خوبه که ما هم از این درس بگیریم و در آینده بسیار بسیار این نگرش به کار ما میاد و باید اینطوری برخورد بکنیم با موضوع در مورد ایران، آمریکا و آینده ما و ایرانگرایی و میهن پرستی. بنابراین بایدن ناچار بود قطعنامه ای رو که اجازه میداد ترکیه و پاکستان و عرب و روسیه و هر ننه قمری اجازه پیدا میکرد حمله بکنه به اسرائیل و تو بکنه. بنابراین این کار رو به این خاطر انجام داد. ولی خود بایدن واقعا نه طرفدار یهودیان در بطن سیاستشون، نه طرفدار اسرائیل، بلکه فشارم میاره جلوی اسرائیل هم میگیره به خاطر پیشرویش و به خاطر دفاع از میهنش و اینا همه هستش. بنابراین بایدن این کار رو فقط به خاطر خودش کرده. واقعیت داستان چیه؟ اینکه هر کشوری که اختیار خودش رو به دست دیگر کشورها بده از همون لحظه که این تصمیم رو گرفته فاتحش خونده است. این واقعیت. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا صحبت‌های این آقای کمونیست رو شنیدید اول داستان. ببینید شما فرض بکنید که بیاید بگید آقا ما بر پایه حقوق بشر، بیانیه جهانی حقوق بشر می‌خوایم یک کشور بسازیم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما منافع کل بشریت رو ارجح می‌دونید به منافع خودتون. خب چرا؟ چون تمام بشریت، تمام انسان‌های جهان هستن، جهان میهنید و این صحبت‌ها. خیلی خوب. چه اتفاقی می‌افته؟ اگر شرایطی به وجود بیاد که منافع بقیه کشورهای جهان ارجحیت پیدا بکنه به منافع شما، اون وقت شما باید منافع خودتون رو بدید بره و ازش بگذرید و بدبخت و بیچاره و برده و دوز زده و مریض و مفلوک و آواره طی بکنید تو کشور خودتون، نه جای دیگه، کشور خودتون. چرا؟ چون منافع دادی رفته، منافع ملی دادی رفته از قبل. چرا؟ چون جهان میهنی. اتفاقا الان شرایط جوریه که دقیقاً این صدق میکنه، همونطور که در بهمن 57 در مورد ملت ایران صدق میکنه. جهان نیاز داشت ملت ایران بدبخت باشه تا اینکه خودشون به توسعه برسه. الان هم با این شرایط، با وجود بن سلمان و این طرحهای کریدورهای به عربستان و اینا، به نفع جهانه که جمهوری اسلامی باشه، نه تنها باشه بلکه کل کشور ایران در یک ضعف بسیار شدیدی باشه. یکی از نقشه‌هایی که اینا دارن چیه برای سال‌های آینده؟ که دونالد ترامپ بیاد ایران رو تمام و کمال تحریم بکنه، که بسیار خوب. اتفاقا ما موافق اینم هستیم. ما اینو زودتر از این می‌خواستیم. چرا؟ چون یه چیزی که اینا نمی‌دونن این که ایرانیت در وجود هر ایرانی هست و این قدرتش از هر بیانیه حقوق بشری مسخره جهانی بالاتره. این قدرتش بالاتره. اینا نمی‌دونن. الان به حرفای ما گوش نمی‌دن، اینم خوب اتفاقا. یعنی من که صحبت می‌کنم اینا گوش نمی‌دن من چی میگم. شما ایرانی‌ها هستی که گوش می‌دید من چی میگم. و این خیلی خوبه. الان به نفع ماست. من خیلی راحتم، ریلکسم از این موضوع. و اگر اینا می اومدن مثلا تجزیه تحلیل میکردن که مثلا تو جو ایران چه اتفاقی میفته، مردم ایران دنبال چیان، خیلی اوضاع بیریخ میشد. تا حدودی ممکنه فهمیده باشن، ولی نمیدونن تا چه حد این قدرتمنده و تو کجا پیش خواهد رفت. این فعلا به نفع ماست. در آینده اینو متوجه خواهند شد متاسفانه و دیگه، اما اون موقع ما کار خودمون رو کردیم و روی پای خودمون میستیم. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که حقوق بشر تبدیل شده به یک مذهب جهانی، شده یک دین. یعنی دینی فکر میکنم. ببینید الان اگر به یک مثلا یکی از اینا، حالا توی یکی این تلویزیون ها جایی بگی که آقا حقوق بشر خلاف منافع ایرانه و ما اونو قبول نداریم، قش میکنن، ضعف میکنن، آقا تو فاشیستی، آقا تو فلانی، هزار و یک چرت و پرت میبندن به آدم. اگر واقعا این درست باشه، آیا شما ایرانیان حاضرید آینده بچهاتون، منافع ملیتون، زندگیتون، سلامتیتون، مال اموال ملیتون، یعنی از نفت و گاز گرفته، الان شما دارید میبینید اختلاس ها از میلیون دلار در رژیم اسلامی به میلیارد دلار رسیده، یعنی دیگه میلیونی اینا نمیخورن. ابراهیم رئیسی میگه آقا ما میایم فلان میکنیم، 3 میلیارد دارن میخورن، 3 میلیارد دلار، 3 میلیارد دلار. الان 2/3 گاز مصرفی داخل ایران غیب میشه. هیچ کس از اینا توضیح نمیده که این گاز اصلا کجا داره میره. میگن آقا ما نمیدونیم کجاست. به همین سادگی گاز داره استخراج میشه، یه سری داره میبرن، ما نمیدونیم اینا کیان. میدونن کیان ولی نمیخوام بگن کیان. اینطوری داره دزدی میشه. این غارت تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد اگر ما بخوایم به حقوق بشر کمترین اعتنایی بکنیم. این مذهب جهانی الان شده ابزار بردگی ملت ها. چرا؟ چون این میگه که آقا یک سری ملت ها باید همه چیزشون رو فدای بقیه ملت ها بکنن. و دقیقاً الان این صدق میکنه. اگر مردم ایران بدبخت بمونن، کریدور عربستان سعودی ممکنه شکل بگیره. تازه اینم ممکنه.
احتمال زیاد ممکن نیست. من به شما بگم من این رو بسیار بسیار بعید میدونم که این کوریدور تا بین 10 تا 20 سال آینده شکل بگیره. اما خوشبختانه طرح تحریم رژیم اسلامی وجود داره. بدون شک رژیم اسلامی تحریم خواهد شد و همین برای ما کافیه. من تنها چیزی که میخواستم تا این ماهای گذشته شما شاهد بودید که من گفتم باید کار عملی در این مورد بشه. و اون چیه؟ پول نفت. وقتی بسیجی‌ها برای توییت زدن حقوق میگیرن، وقتی به ما میگن که آقا حقوق سرکوبگران دو سه برابر کردن، اینا که میبینی که با موتورسیکلت میان میزنن مردم میکشن، اینا حقوقشون دو سه برابر شده. رستوران‌های کیلومتری میچینن برای اینا، برای ضیافتاشون، و بخور بخور میلیاردیه، میلیارد دلاری دارن میدزدن. تو این شرایط جنگیدن با این رژیم با دست خالی، بدون هیچ پشتوانه‌ای، بدون هیچ سلاحی، بدون هیچی، واقعا سخته. غیر ممکن نیست ولی بسیار سخت. چرا؟ چون اول از هر چیزی الان باید ذهن ما روشن بشه و آماده بشه. الان ما نیاز داریم ذهنمون آماده بشه، ما نیاز داریم تصمیم بگیریم، ما نیاز داریم از حاشیه زدن ها بکاهیم، یک خط مستقیم انتخاب بکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم. این چیزی که ما نیاز داریم و الان تو این مرحله هستیم و این طی خواهد شد و تا موج بعدی که قطعا فرا خواهد رسید، امیدوارم ترامپ اومده باشه و اینا رو یک تحریم کلی کرده باشه، از اونجایی که اصلا اینا نیاز دارن حتی به خاطر کوریدورشون این کارو بکنن، ما از این فرصت استفاده خواهیم کرد و این کار رو انجام خواهیم داد. و این موضوع کوریدور هم به شما بگم به حالت خودش بسیار بسیار ضعیفه و زیاد امید نبندید. یعنی من یه سری تحلیل میکنم از نظر دیگران، برخی افراد تصور میکنن حتما اتفاق میفته، نه اینجوری نیست. مسائل تغییر خواهد کرد، به خصوص اگر ما تغییر بکنیم، اگر ما راهمون رو درست انتخاب بکنیم، اگر ما میهن پرست باشیم، اگر ما دوباره از مذهب شیعه نریم سراغ مذهب حقوق بشر، مسائل تغییر میکنه، روی ما حساب میکنن، ما رو مهره به حساب میارن، ملت ایران رو قدرت به حساب میارن و اون وقت نمیتونن از معادلات حذف بکنن، یادمون باشه. بنابراین ما نمیتونیم این رو بپذیریم، این مذهب حقوق بشر رو ما نمیپذیریم. بهتر از هر کسی در این جهان دو ملت الان این مسئله حقوق بشر رو درک کردن، یکی ملت ایران هستن، یکی ملت اسرائیل هستن. این دو بهتر از هر کسی درک کردن که این مفاهیم فقط برای نابود کردن ملت هاست، برای اینکه برخی کشورها و ملت های دیگه قصرهاشون طلایی تر بشه، مکعب های طلایی بسازن، بیان تو وسط بیابون شهرهای توریستی بزنن، با پول انواع ستاره های هالیوودی رو بیارن اونجا بگردونن، بگن آقا این رنسانسه، نمیدونم یه دونه کنسرت برگزار بکنن بگن آقا این رنسانس فرهنگیه، بیان اونجا مقر سازمان ملل بزنن بگن آقا ما کشور بین المللی هستیم. این به نفع این هاست، اما به نفع کشورهایی که بر پایه تمدن و اندیشه‌ای که بوده و هست و خواهد بود تا ابد، تا زمانی که حتی این کشور نابود شده باشن. عربستان سعودی به خودی خود کشور نابود شدنی، اصلا هیچ کس لازم نیست کاری براش بکنه، اینجا زندگی غیر ممکنه. تنها چیزی که اجازه ده عربستان وجود داشته باشه گلوبالیزمیه که آمریکا ساخته بود و الان در لبه پرتگاه و نابود خواهد شد، چون دیگه اون شرایط گذشته بر جهان حاکم نیست. برای اینکه اون حاکم بشه یک جنگ جهانی لازمه که هیچ کدوم از اینا حاضر نیستن برن سراغش. بنابراین ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که روی تمدن و روی فرهنگ و روی کشور اصیل خودمون کار بکنیم، کشوری که از زیر بت عمل نیومده، کشوری که تقویمش بر پای تقویم نه اعرابه نه غربی هاست، کشوری که خودش سال نو داره و مفهومی داره این سال نوش. فقط این نیستش که بگی آقا سال نو شده، چرا چون یه سری میگن نو شده، نه، سال نو ما معنایی داره، معنای بسیار عمیق که هیچ کدوم از این کشورها حتی نتونستن اون رو تحلیل و تجزیه درست بکنن، به جز یه سری فرانسویا که فقط سعی کردن مفاهیم ایرانی رو از اون بدزدن و دموکراسی و سکولاریسم ازش بسازن. بنابراین ما نمیتونیم به هیچ وجه به سمت این حقوق بشر بریم. بیانیه جهانی حقوق بشر میگه منافع ایران باید فدای تمام بشر جهان بشه. ما این رو نمیپذیریم، ما این رو قبول نداریم. برای ما منافع یک ایرانی، لورو، بلوچ و آذری و عرب ایرانی و کرد و گیلک و مازندرانی و خراسانی و مرکز ایران، حالا شما هر جا ایران رو بگیر، تمام ایران، برای ما منافع اینها از تمام دنیا بالاتره. برای من مهم نیست شما کجای دنیایی، پیرو چه دینی هستی، جغرافیا چیه، یا به چه زبونی حرف میزنی. اینایی که میگفتم یعنی ایرانیان، منافعشون برای ما از هر کسی در جهان بالاتره. اینو هر کس قبول نداره در آینده ایران هم جایی نداره. پایدار و سربلند ایران و ایرانی، جاوید شاه. تا
تا با خبر بعدی، بدرود.